بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج عرض سلام ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام بسیار خوشحال و مفتخر هستم که امشب رو هم با برنامه کافه پرسش در خدمت شما از این هستیم جا داره تسریت از بکنم به محضر امام زمان علیه السلام و شما بینندگان شهادت حضرت مسلم و ایام مسلمی ها رو و انشاءالله به زودی این ایام رو ما در کربلا باشیم و چنین ایامی رو هم در شب عرفه و در روز عرفه زائر امام حسین علیه السلام باشیم و بتونیم از نزدیک امام حسین علیه السلام رو زیاد کنیم به واقعی که فضیلت شب و روز عرفه بسیار زیاده و این رو هم میدونیم که خداوند قبل از اینکه به زائران خودش در بیت الله الحرام و در سرزمین عرفات نگاه بکنه به زائران عزیز دلش امام حسین علیه السلام نگاه میکنه و دعاهای اونا رو مستجاب میکنه و خوشا به حال افرادی که این شب و روز رو در کربلا به سر میبرند و انشالله دعاگو و نائب و زیاره اون افرادی هم که نیستند در کربلا باشند و اونها رو هم در دعاهای خودشون شریک قرار بدن اما بحث ابتدایی شبهای گذشته در رابطه با اثرات خواندن دعا برای فرج امام زمان علیه السلام بود و به این نکته باید اشاره بکنیم که کسی که برای فرج امام زمان دعا بکنه اگر که از دنیا رفته باشه بعد از اون که امام زمان علیه السلام فرجشون حاصل بشه و محقق بشه براشون به دنیا بازگشت داده میشه یکی از اثرات خوندن دعا برای فرج امام زمان همین هست که این رو هم میدونیم که رجعت وجود داره و یکی از مصادیق رجعت هم همینه که شخصی که بمیره بعد از فرج امام زمان منادی سر, سر قبرش میاد و او رو صدا میزنه و میگه ای بنده خدا ای کسی که برای فرج امام زمان دعا کردی او ظهور کرده آیا دوست داری که به دنیا بازگردی یا نه اگر شخص قبول بکنه که به دنیا برمیگرده و در روایات ما هست که اون شخص به دنیا باز میگرده صاحب اولاد و فرزندهای زیادی هم خواهد شد و در زندگی دوران پس از ظهور هم زندگی خواهد کرد و درک خواهد کرد دوران پس از ظهور را و اگر هم قبول نکنه اون شخص بر روز قیامت محول میشه و ثواب خوندن دعایی که برای فرج امام زمان براش نوشته شده رو دریافت خواهد کرد پس بیایم برای فرج امام زمانم دعا کنیم که بیشترین سودش به حال خود ماست اللهم عجل لولی کل فرج لا عظم و وبرح الخفاء وانكشف القطار, القطار وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشدكان وعليك المعول في الشده والرخاء اللهم صل على محمد وال محمد وللامر الذين فرضتا علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا لمح البصر أو هو أقرار كفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان صاحب الزمان الغاوص الغاوص أدركني, أدركني 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 الساعة الساعة. الساعة. العجال. 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 يا أرحم الراحمين. بحق محمد وآله الطاهرين. انشاءالله تا آس و مورد درگاه اهدیت قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید فردا روز و شب امشب و فردا روز و شب مهمی هست و باید به درگاه خداوند استقاسه بکنیم و مهمترین حاجت خودمون رو هم فرج امام زمان علیه السلام قرار بدیم تا انشاءالله خداوند باقی مانده غیبت حضرت رو بر ما ببخشم اما بحث شبهای گذشته ما در رابطه با قربت قدیر بود قبل از اینکه وارد بحث بشیم اجازه میخوام از شما بینندگان عزیز که سلام محفل پسید داشته بشین با کارشناس محترم برنامه سلام وقتتون بخیر خوش اومدید ایام رو هم به شما تصویر سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل به الامم من هم عرض ادب دارم عرض احترام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم همچنین عرض تسلیت دارم شهادت اول شهید ماجرای کربلا حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام, و السلام رو و امیدوارم در این شب و روزهای ویژه شب و روزهای خاصی که مال بندگان عقب مونده و عقب افتاده و مال اینایی که دستشون خالیه بیان جبران کنن گذشته رو بیان ره صد ساله رو یه شبه برن در این شب و روزها در مثل امشبی که شب عرفه است در فردایی که روز عرفه است در فردا عصری که عصر عرفه است و گاه دعا گاه توبه گاه اشک و گریه و آه و ناله به درگاه پروردگار از همه التماس دعای فرج داره امیدوارم که ما برای امام زمانمون دعا کنیم و اون حضرت هم برای ما دعا کند در خدمتتون است سلامت باشین بزرگوارین در خدمت اهل بیت باشید باشین صحبت ما در رابطه با قربت قدیر هست و کمی شبهای گذشته با توجه به حال و هوای برنامه صحبت کردیم در رابطه با دوران پس از ولایت امیر مومنان حضرت علی علیه السلام و بعد از شهادت آقا رسول الله و شناختیم قسمتی از اون مردمی رو که در اون زمانه و خیلی ناچیز گفتیم البته صحبت ها بسیار زیاده اگر که بخوایم بیشتر در این رابطه صحبت کنیم که فرصت های بسیار زیادی رو ما باید صرف بکنیم تا بخوایم بشناسیم جامعه اطراف آقا رسول الله و امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو و بدونیم که چه چیزهایی باعث شد که اونها قدیر رو زیر پا بذارن و اصلا بهش عمل نکنن اما امشب را در ادامه اون بحث شبای گذشته کمی راجع به حال و هوای اصحاب آقا رسول الله در رابطه با اون افرادی که در قدیر هم حاضر بودن صحبت بکنیم و چه شد که اونها قدیر رو که با چشم خودشون دیدند رو انکار کردن به من اجازه میدید من همین مطلبی که شما میفرمایید رو با یه مقدمه شروع کنم خیلی دو تا مقدمه بگیم یکی اینکه یه عده در مقابل امیر المومنین علیه السلام استادند یه عده رسمن تلاش کردند آنچه پیغمبر اکرم فرموده عمل نکنند برای اینکه فرمان پیغمبر رو زیر پا بذارند تلاش کردن کوشش کردن برنامه ریزی کردن اقدامات متعدد انجام دادن که راجع به همین مسئله باید حرف زد کیا بودن اینا چی کار کردن چه برنامه ریزی هایی برنامه هاشون از کی شروع کردن آیا در زمان حیات رسول معظم صلی الله علیه و آله اینهایی که مخالف بودن با رسول خدا برنامه داشتن تا کار به اهل بیتون حضرت نرسه تا امر خلافت به امیر المؤمنین علیه السلام نرسه آیا نه در زمان خود پیغمبر هم رفتاری داشتن که جلو چش پیغمبر باشه جلو چشم دیگر اصحاب باشه آیا پیانبر با اینها برخوردی عکس عملی داشتن اگه داشتن عکس چجوری چه جوری بوده چه شکلی بوده اینا تو قدیر چیکار کردن قبل قدیر چیکار کردن دلست. بعد قدیر چیکار کردن این خودش پرونده مفصل داره چه کسانی که در قدیر حاضر بودن این تعبیری که میفرمایید کسانی که منافقینی که بنای دشمنی هم دارن خب منافقین دو جورن یه عده بنای دشمنی دارن یه عده خب ایمانشون شله یا نه اصلا ایمانشون درست حسابی نیست ولی بنای دشمنی هم ندارن یکم اینو بازش میکنیم ان پس این کسانی که در مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن علم مخالفت با امیرالمومنین رو دست گرفتن برنامه ریزی کردن برای اینکه این فرمان پیغمبر زیر پا بمونه یه جریانیه که باید بررسی بشه جریان دیگر کسانیه که اونا در صف مقدم مقابله با امیر نبودن کسانی نبودن که در مقابل امیر المؤمنین قد علم کنن کسانی نبودن که بیان صقیفه رو تشکیل بدن صقیفه رو مدیریت کنن بعدم بیان حمایت کنن از اون فردی که از تو صقیفه با جنگ و دعوا و مشتلگت و فخشناسزا در آمده نه حزب باد بودن آفرین کسانی که نیامدند از امیر حمایت کنند کسانی که در مقابل این افراد معترض نشدند اعتراض به گونه این که بتونن اینها رو یعنی مخالفین امیر رو از صفحه خارج کنن از صحنه بیرون ببرن خب رو اینا هم باید بحث کنیم بلکه الان اگه از شما بپرسم به نظر شما کسانی که در مقابل امیر علیه السلام قد علم کردن اونا تعدادشون بیشتر بوده میگین 120 هزار نفر در قدیر مثلا بودن حالا 70000 هزار نفر 90 هزار نفر 110 هزار نفر اعداد مختلف, مشهور 120 هزار نفر در قدیر بودن از این 120 هزار نفر بیشترشون کسانی که در مقابل امیر مومین قد علم کردند جریان صقیفه رو تشکیل دادند یا بیشترشون کسانی که در مقابل این اتفاقی که رقم خورد و در مقابل امیر اون اده ایستادن اینا سکوت کردند اینا از امیر حمایت نکردند اینا در مقابل جریان قاسب نایستادند به نظر شما کدوم بیشترن؟ مسلما تو هر جای سیایی لشکرها بیشتر باشه آفرین یه نکته مهم اینجا به دست میاد ما الان با دو طیف سر و کار داریم یکی کسانی که در مقابل امیرالمومنین ایستادن کیا بودن سابقهشون برنامه‌هاشون فعالیت‌هاشون دو کسانی که به تعبیر شما سیاهی لشکر بودن کسانی که عمده اصحاب پیغمبر و عمده مسلمان ها بودند که اونا جزء خط مقدم مقابل با امیرالمؤمنین نبودند اما از امیرالمومنین هم حمایت نکردند اینا چرا حمایت نکردن من دارم تو سال پیش خودم الان تو ذهنم اومد اونهایی که پیامبر رو دیده بودن پیامبر رو قبول کرده بودن چطور میشه که حرفم پیامبر رو میذارن کنار به سیاهی لشکر و حرفی که دیر در مقابل امیرالمومنین میپذیرن چرا دقیقاً نقطه مهمیه که باید روش ساعتها ها تعمل کرد ما اینجا دقایقی حرف میزنیم ولی کسی اگر میخواد این مسئله براش روشن بشه باید خیلی روش تعمل کنه روش دقت بکنه پس دوباره تکرار کنم به جهت اهمیت مسئله یه بحث شناخت منافقینه و کسانی که در مقابل امیر المؤمنین ایستادن یه بحث شناخت اصحابیه که نیومدن به حمایت از امیر المؤمنین علیه السلام تعدادشون هم زیاده بلکه اونان نیومدن کمک امیر المؤمنین علیه السلام نیومدن فرمان پیغمبر رو اونا اجرا کنن و کسانی که نمیخوان فرمان پیغمبر رو اجرا کنن اینا رو در مقابلشون بییسن اینا رو از صحنه خارج کنن اینا رو هم باید شناخت اصلا اینجور سوال کنیم ببین با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم حالا سوال رو تکرار کنیم آقا چرا دستور رسول خدا آمد. صلی الله علیه و آله درباره خلافت امیرالمؤمنین عملی نشد چرا دستور اجرا نشد خب میفرمایید خب یه ادعا آمدن مقابله کردن یه جهت بسیار خوب این عاملی بود که در مقابل فرمان پیغمبر ایستاد جهت دوم مردم چی مسلمون ها چی اینا چرا نیمدن تو میدون ما باید بررسی کنیم چی میشه که یک نفر ببینه خوب این سال رو دقت کنیم قبل از اینکه من تبیین کنم و توضیح بدم ببینید به چه جوابی در ذهنتون میرسیم ما اینجا انتظار داریم کسانی که شاهد این ظلم هستند، کسانی که دارن میبینن حق امیر المؤمنین علیه السلام قصب شد کسانی که دارن میبینن تمام آنچه پیغمبر اکرم تأکید فرمود سخنان پیغمبر الان تو گوش این هاست تمام اون فرمایش های پیغمبر توسط یک عده داره زیر پا گذاشته میشه چرا الان اینا نمیان تو صحنه بیان بگن آقا حق با امیرالمومنین است آقا شما چی کارید نه ما بیعت نمی کنیم چه عاملی باعث میشه که کسی بیاد بگه من از حق طرف داری میکنم چوب میزنید زور میکنید تهدید میکنید من اینا برام مهم نیست من فرمان پیغمبر رو زیر پا نمیذارم من نمیذارم حق مظلوم اینجا ضایع بشه من نمیذارم حق صاحب حق اینجا پامال بشه شما بگید چه عاملی باعث میشه که یک نفر که این صحنه ها رو میبینه بگه من آروم نمیشینم من حاضر نیستم تهدیدهای شما رو جوری در وجودم عملی کنم که در عمل من رو حق پا بذارم من ظلم رو ببینم و سکوت کنم چی باید من داشته باشم تا حاضر نباشم در مقابل ظلم سکوت کنم در مقابل حق ناحق شدن هیچی چی باید داشته باشم اینجا به نظرتون چی میاد این جرعت نداشتن یا مثلا بگیم که جرعت نداشتن دیگه چی میشه که جرعت نداشتن چرا من یه آیه قرآن میخونم مطلب روشن میشه چرا جرعت نداشتن چرا حاضر نشدن سختی و بجان سخت بوده دیگه مرسد. باید با یه مقابله میکردن ممکن بود جونشون هم از دست بدن ممکن بود امکاناتی که دارن از دست بره بله این خطر اونا رو تهدید میکنه که اینا آمدن تکیه زدن بر... از دست آفرین جایگاهشون از دست بدن اینا آمدن تکیه زدن بر مقام حکومت بر جایگاه حکومتی خب فردا حکم صادر میکنن شما علیه ما بودی مثلا تبعید زندان مصادره اموال هر کاری دیگه برمیاد ازشون دیگه درسته سابقه اون افراد دیده بودن شاید ترسشون بیشتر شده چی باید داشته باشن که بر اون ترس غلبه کنه بگه ترس باشه بزنن بگیرن ببرن هر چی من نمیتونم ظلم را ببینم من اونم ظلم به وسیع پیغمبر من نمیتونم ببینم حق جانشین پیغمبر داره ظاهر میشه من نمیتونم بشنوم صدای نصرت طلبی دختر پیغمبر را پام رو پا, پا بذارم دست رو دست بذارم حرکت نکنم چی باید من داشته باشم اینجا ایمان باید داشته باشیم آفر. که این ظرف ایمانشون آفر آفرین آفر. همراهی دوستان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزن قران یه عده رو ترسیم میکنه که وضعیت ایمانیشون رو کسانی که ایمان میارن ان الذين قالوا ربنا الله میگن پروردگار ما الله هست سپس پای این اعتقاد میستن استقامت میکنن اینا یه عده مؤمنین آقا من گفتم مسلمونم من گفتم مؤمنم خب حالا وضعیت زندگیم دشوار شد زن و بچه هم حرف میزنن الان بچه هم از من میخواد کاری انجام بدم خلاف دستور خدا تا کجا مقاومت میکنن تا کجا پای دینم میستم ای ها. یه شب که هزار شب نمیشه آقا جوونن میخوان حالا با یه گناه که جهنم نمیره خیلی راحت با همین بهانه ها ما دینمون رو کنار میذاریم آقا حالا امام زمان قربونش بشم دای ندبه ما میخونم دیگه حالا این سبک زندگی ما این مدل پوشش و این شنیدنی ها و دیدنی ها و رفتنی ها و گفتنی ها و این نوعی کسب و کارم و حالا خدا میبخشه ا خدا اینجا برنامه نداشت خدا اینجا دستور نداد خدا اینجا باید و نباید نداشت امام زمان اینجا فرمانی نداده رضایت و غضب نداره که من بگم دنبال رضایت امامم هستم چقدر اینجا من باید ایمانم محکم باشه تا حاضر نباشم به هیچ وجه پا از فرمان خدا کچ کنم پا عقب بکشم نه سنگ از آسمان بباره دستور خدا رو زیر پا نمیذارم جونمو بگیرم حرف حق رو دستور خداست اگه ببین یه وقت خدا گفته اینجا نکن تقیه کن این دستور خداست دیگه امام من رو شما میفهمید ات تقیه تو دینی و دینی تقیه یعنی چی؟ یعنی یه حقی من اینجا باید بگم از ترس جان حق رو نمیگم سکوت کتمان حق تعبیر آیه قرآن چیه آمد یا گفت اون مردی که از آل فرعون بود یک تو ایمانه ایمان داره ایمانش رو کتمان میکنه سکوت میکنه یا اون آیه دیگر در سوره آل امران که میگه مگر کسانی که برای حفظ جانشون سکوت میکنن کتمان اون اعتقادشون میکنن دستور خداست دستور دینه درسته ولی یه جایی به ما دستور میدن میگن حرف بزنید بیایید. در این مقطعی که داریم در بارش صحبت میکنیم در این مقطع تاریخی امیر داره استنصار میکنه طلب یاری میکنه آی بیاید کمکم آی بیاید به یاری من بیاید منو کمک کنید بیاید این حق قصب شده رو من پس بگیرم آی مردم اصلا خدا خواسته بر شما یه عادل یه امام به حق یه امام آگاه از دستورات خدا یک امامی که میدونه چی به چیه میدونه هر کاری و چجور به چه شکل باید انجام بده او بر شما حکومت کن حق شما هم هست حق شما داره غصب میشه شما با این وضعیت حکومت که بعد پیغمبر داره رقم میخوره با این وضعیت حکومت دنیاتون رو دارین تباه میکنید آخرت جای خود دنیا هم روزگار سیاهی خواهید داشت رنگ عدالت نخواهید دید این کسی که آمده تکیه بر جای پیغمبر زده خودش بنیانگذار ظلمه هم چه ظلمی بالاترین ظلم چه ظلمی بالاتر از قصب حق دختر پیغمبر دختر پیغمبر معصومه است پیغمبر خدا فرموده رضایت خدا در رضایت اوست رسما هر فروزی رو زیر پا میذارن خواسته خواسته جدی او رو نه حالا میلی رغبتی دستور داره میده میگه حق م... اینه زیر پا میذارن حرفش رو حتی در مقابلش میستن خونش آتیش میزنن بیای جلو به اونجاها برست خب این کسانی که خودشون بنیان گذاره بالاترین ظلمن که در تاریخ رقم خورده بنای روز خوندن نیست ولی بیان جلو ظلم ها رو آقا این دختر پیغمبر داغدار نبود باردار نبود چه کردید باهاش؟ چه گفته بود مگر خب حالا چنین ظلمی رقم میخوره بگو شما هر ظلم دیگری چون که صد آمد No. نه نه هم پیش ماست خب شما که بالاترین ظلم را رقم زدید هر ظلم دیگه هم انجام بشه چیز عجیبی نیست اتفاق عجیبی رخ نداده بعد از اینو شما رقم زدید امیرالمؤمنین میفهمد کارتون رو سپردید دست چنین آدمایی دنیاتون سیاه میشه خب حالا بیاید کمکم نمیاد سکوت میکنم حالا به چه بهانه ای آقا میترسیم ما رو بگیرن ما رو ببرن می ترسیم از از اموال اموال می ترسیم، اینجا ایمان باید قوی باشه که انسان از هیچی نترسه بگی آقا حق با امیر المؤمنینه علیون مع الحق و الحق مع علی یدور الحق حیث ما دار من با امیر هستم من دست از او بر نمیدارم باشه چه من بیعت کردم در قدیر با امیر المؤمنین علیه السلام من میام حالا سوال اینجاست تصور ما اینه که اصحاب پیغمبر اینا از حیث ایمان در بالاترین درجه خودشون بودن خیلی فکر میکنن چون که با پیامبر همراه بودن اینها بالاترین درجه ایمان رو داشتن حالا سوال شما بفرمایید ما میخوایم بررسی کنیم ببینیم ایمان اصحاب پیغمبر در چه حدیه چه جوری باید اینو فهمید بود. متر دست ما ترازو دست ما چیه که بتونیم ایمان اصحاب پیغمبر رو وزن کنیم متر کنیم اندازه بگیریم بفهمیم آیا اینا مؤمنین درجه یک بودن نعمل. که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقامو. اینجوری بودن تا بعد بگیم آقا چطور میشه مؤمنین درجه یک دیدن حق امیر المؤمنین زایی میشه و هیچی نگفتن و تعجب کنیم و همچنان در تعجب بمانیم آقا از معضلات تاریخ اینه یه اصحاب مؤمن درجه یک ظلم را دیدند تزیع حق را دیدند چیزی هم نگفت دم بر نیاوردند لام تا کام حرف نزدند اینجوریه یا نه بررسی کنیم ببینیم شاید اصحاب پیغمبر عمدهشون اکثرشون از اون درجه ایمان بالا برخوردار نیستند لذا اگر حق را دیدند و سکوت کردند جای هیچ تعجبی دفاعی هم نمیشه نه دفاعی ازشون میشه کرد نه تعجب که آقا بگیم عجب موزلیه در تاریخ ها چجور ممکن چجور نداره یه عده سست ایمان ما انتظار داریم اینها بیان از حق دفاع کنن حتی اگر جون خودشون به خطر میفته به نظر به نقطه خوبی از بحث رسیدیم و در نقطه خوبی قرار داریم رو اینجا با تحمل کرد این مسئله هم گرههای های کور اعتقادی رو برامو باز میکنه هم گرههای های کور تاریخی رو هم گرههای های کور زندگی امروز ما رو محکه برای من من چقدر پای اعتقادم هستم من چقدر فرمان پیغمبر رو اجرا میکنم دستور پیغمبر رو اجرا میکنم پس معلوم باشه الان کجا داریم صحبت میکنیم ما الان میخوایم ببینیم وضعیت ایمان اصحاب پیغمبر چگونه است تا ببینیم اگر قدیر را فراموش کردند بهتر بگم خودشون رو به فراموشی زدند آیا این مسئله که قدیر با قربت مواجه میشه آیا اتفاق عجیبیه یا نه با بررسی وضعیت ایمان اصحاب پیغمبر آن چه رقم خورد همین قربت قدیر امری عادی است شد همینش هم که به دست ما رسیده شد جای شروعش باقیش به دست ما رسیده باشه بسیار بنویسید بعد درباره همین نکته ای که باز فرمودید گفتگو کنیم که ببینیم با این وضعیت به چه سختی و دشواری امروز این دین به دست ما رسیده چه خونی پای این دین ریخته شده یعنی درخت دین با چه خونی آبیاری شده تا به دست ما رسیده با وجود کسانی که یه عده اون دوتا دسته رو تصویر کنید یه عده در مقابل امیرالمؤمنین قرار دارن یه دم ایمان قوی ندارن که بخوان دفاع کنند و بایستن حالا در شناخت ایمان اصحاب پیغمبر و بررسی کیفیت ایمان اصحاب پیغمبر بیشتر صحبت کنیم ان شاء یک فاصله کوتاه بگیریم بیشتر در این رابطه صحبت کنیم بینندگان و همراهان گرامی شبکه جانب بیت العباس چون که ایام مسلمیه هست و ایام شهادت حضرت مسلم علیه السلام خوبه که ما هم حال و هوای مجلس خودمون رو به یاد حضرت مسلم علیه السلام داشته باشیم و کلیپی رو با هم ببینیم از جناب آقای مصطفی انصاری که با نوای فارسی و عربی قرائت کردن و با هم و هوای مجلسمون رو به صحنه آقا مسلم بن عقیل ببریم ساهر بر همه

در راه حسین و کربلایش خون گشت شد در خون خذیب حق او مجیب شد در خون خذیب حق زهرا شد عزادار تو مسلم زهرا شد عزادار دماء خالد للابد موقف وفاء، خالد للابد موقف وفاء، موقف كبرياء، موقف اخر نفس ما نزل لواء نفس معنى نسى اللي وعد بفرحها بسماء الصاحة على السفير وحسين الامير صاحة معنى الوفا للعالم يعلم ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه کافه پرسه شنبه تا چهارشنبه نه شب و بازپش روز بعد ساعت 9 صبح و همچنین ساعت پنج بعد از ظهر به وقت قوم مقدسه میتونید از شبکه جهانی به عباس علیه السلام برنامه رو مشاهده بفرمایید اما بحث ما در رابطه با شناخت افرادی که بود که در اطراف پیامبر گرامی اسلام حضور داشتن و به این نقطه عطفی رسیدیم که برای ما مشخص بشه چه افرادی بودن که با پیامبر همراه بودن و قدیر رو زیر پا گذاشتن در شما هستم جامعه شربت داران عزیز اگر بررسی کنیم تاریخ رسالت پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم رو و مواجهه ای که اون حضرت با اصحابشون داشتن با مردم زمانشون داشتن خیلی روشن میابیم که مردم زمان رسول اکرم مثل مردم دیگر زمانها گذشته قبل از اون حضرت دیگر مردمان زمان, زمان هر پیغمبری دیگر. و مردم بعد از زمان پیغمبر اینجور نبودن که تا پیغمبر رو ببینن بگن به 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 ما ایمان آورد. آه چقدر خوب ما همزمان شدیم با بعثت رسولی از جانب پروردگار اونم آخرین پیغمبری که نشانه هاشو در کتاب های گذشته از زبان انبیاء گذشته شنیدیم به ما رسیده به به منتظر چی هستیم آقا ایمان بیاریم آقا پیغمبر ما در خدمت شما ما گل و گل باشه و گلستان واقعا همچین تصوری داریم درباره مردم و زمان پیامبر عزیزمون مسلمان اینطور نیست ولی ظاهرا بعضی همچین تصوری دارن گویا که در ادامه انتظار دارن خب پیغمبر هر چی گفته اینا بگن چش از اولش پیغمبر اکرم خونه جگر خوردن تا اینها بخوان مصدمون بشن نمیخوام خیلی معطل بشیم خیلی موشکافی کنیم خیلی همین امور ساده ای که از زبان پیامبر عزیزمون در منابع تاریخی حتی تاریخ نگاران سقیفه باور حتی مورخین سقیف باور آیات قرآن از وضعیت اصحاب پیغمبر آنچه که میبینیم به وضوح به ما نشون میده که حتی دور بریای پیغمبر اینجور نبودن که مطیع اون حضرت دست به سینه آقا شما فرمان بدید ما اجرا کنیم یه نمونه شد دیشب عرض کردیم گفتیم پیغمبر خدا دستور میده خروج به سمت بدر و ان فریقا من المؤمنین لکارهون, لکارهون. اکراه بعدش هم یا جادلون نکفه به بعد ما تبین بعد از اینکه حق براشون آشکار شده دعوا میکنن بحث میکنن این یک جلوه یه جلوه دیگر در همین زمینه عرض کنم موارد متعدده ها یکی دو مورد رو به حسب فراخور وقتی که داریم در همین ماجرای بدر ماه رمضان از شهر میان بیرون پیغمبر اکرم فرمان میدن خب آی مسلمونا روزه داشتید تا حالا از حالا دیگه روزه نگیرید ماه رمضان بله در ش... از شهر خارج شدیم در سفر قرار گرفتیم روزهاتونو بخورید بخورید ای مسلمون باید اینجا چیکار کنه خب به حرف پیامبر با باید گوش بده در این مسئله تردیدی هست نتیجه. یه از اصحاب پیغمبر گفتن ما رو نمیخوریم از اون برای بوم افتاده بودن اینا بگیم آیا از اون ور بوم افتادن یا بگیم آقا این نافرمانیه و یه کلمه نافرمانیه پیغمبر دستور دادن نه حرف گوش نکردن اطاعت نکردن به حدی که ببینید اگر من میگم اگر از اون ور بوم افتاده باشن یعنی محض امتصال فرمان یا رسول الله منظور شما اینه که لازم نیست روزه بگیریم ولی میتونیم بگیریم ما میگیریم ما حاضریم بر خود هموار کنیم این سختی رو این تشنگی رو این گشنگی رو ولی امتصال پر... پروردگار امر خدا روزه بگیری اینجور ظاهرا نبوده چرا تعبیر اینه منادی پیغمبر ندا داد از زبان پیغمبر که یا معشر العصاه آی معصیت کاران انی مفترون رو من روزم خوردم خودم افتار کنید آقا تو این زمینه حرف پیغمبر گوش نمیکردن توی موردی که پشتش هوای نفسم بوده بوده یا نبوده حتما بوده دوباره بپرسن. حتما بوده هوای نفس تو موردی که میخوان روزه بگیرن مثال بزن مثال بزنم اگه الان پیغمبر تو مسیر راه به بگن که کسی حق نداره تو مسیر راه مثلا شربت خنک بخوره کسی حق نداره تو مسیر راه گوشت کباب کنه بخوره اه. یه عده بیان بگن یواشکی بیا گوشنه ایم حوض کردیم یه برقی رو بزنن زمین رو کباب کنن و بخورن و خبر به پیغمبر برسه آه شربت خونه که ردیف کردن و خوردن و حالشو بردن و پیغمبر به اینا بگن برای چی کباب خوردین مگه نگفته بودن اینا چی جواب میدن دوست دیگه حوض بود و دیگه نتونستیم خودونو رو کنترل کنیم و درسته روز درست هوای گرم و شرب این هوای نفس پشتشه ولی روز گرفتن روز گرفتن پشتش هوای نفسه یا نه باید محزن لله بگیره دیگه قربتن الله بگیره دیگه هوای که هوای نفس نیست دیگه. ولی اینا برای هوای نفس خودشون روزه گرفته بودن اینو بگم میخوام بگم در موردی دارن اینا با پیغمبر خدا مقابله میکنن که پوشش هوای نفس نیست یعنی توجیهی ندارن که بگن یا رسول الله ببخشی نفسمون رومون فشار آورد گوشنگی دیگه اذیتمون کرد مثال زدم <تصف> اون کباب و شربت رو میخوام بگم این وقتی آدم گونی که گناه میکنه چرا میگه آقا محض میل و رغبت و لذت گناه و یکی نافرمانی میکنه تو کاری که تو انجام میده لذت و شهوت و اینا نیست آقا میگه روزه نگیر تو میگی نه روزه بگیرم روزه گرفتن که تو شهوت نیست توش کیف نیست کیف نفسانی نیست مبارزه با نفس اتفاقاً من گشنگی بکشم تشنگی بکشم روشن شد مبارزه با نفس اینا تو موردی که پشتش هوای نفس هم نیست حرف پیغمبر گوش حالا من یه تحلیلی دارم اینجا من میگم این حرف گوش نکردن ها پشت پرده داره دلیل خب من داشته باشین من تصورم اینه من باورم اینه یه عده حرف گوش نمیکنن چی جلبه میکنن تو نگاه مردم آقا یک عده حتی حاضر نشن روزهاشون رو بخورن بابا اینو خیلی خوبی بودن اینو داشته باشید بعد باش کار داریم اینکه یک عده خودشون رو از پیغمبر خدا انگار فرمان بردارتر از پیغمبر خدا خودشون رو نسبت به دستورات حساستر میدونن و این نافرمانی از این جنس مال سال دوم هجرت فقط مال ماجرای بدر فقط نبود سال هشتم هجری دارن مغازی واقعی داره ارزم به حضور شما دیگر منابع عامه هم دارن سال هشتم هجری در ماجرای فتح مکه که اونم خروج از مدینه ماه رمضان بود پیغمبر اکرم دستور دادن دیگه روزه نگیرید یه عده فرمان پیغمبر را امتصال نکردن مورخ اینجا می نویسه راوی می نویسه اونجا هم پیغمبر این عده را اصاح با تیه گرد دو نقطه روش اصاحت کاران پیغمبر اینا را کار نامیدن خب یعنی نه. حالا شما نگید آقا حالا اول اسلام بوده سال دوی هجری بلاخره یه آقا بعدش هم همین داستان رو داشتن این یه نمونه دیگه چی بگیم ماجرای احد چون که که همه دیگه خوی نگاه جزئی داشته باشن به تاریخ اسلام مشخص میشه براشون که اصلا حرف پیامبر رو قبول نده نکردن و رفتن دنبال جمعآوری قنانه میخوایم بگیم اصحاب پیغمبر کسانی بودن که پای دستور پیغمبر تحت هر شرایطی می ایستادن که بعد انتظار داشته باشیم وقتی پیغمبر فرمود امیرالمومنین علیه السلام از او حمایت کنید حرفش رو گوش کنید دستورش رو کنید از اصحاب پیغمبر توقع داشته باشیم که خب دستور امتثال میکردیم دیگه چرا امتثال نکردن خب نگاه میکنیم میبینیم اینا بارها دستور پیغمبر را امتثال نکردن خیلی از این خیلی جاها که خلاف هوای نفسشون بوده خیلی وقتا که ترس جون بوده و اوضاع سخت شده هر دوشو تو احد مثال میزنیم همین موردی که فرمودین پیغمبر اکرم آمدن یه عده تیرانداز رو در یه قسمت از کوه قرار دادن گفتن که شما پنجاه نفر از اینجا تکون نمیخورید احمو ظهورنا فان این نقطل نقتل فلا تنصرونا دیدید ما داریم کشته میشیم شما از اینجا تکون نخل... شما نمیخواد کمک کنیم و این ها نغنم دیدید ما پیروز شدیم شما اینجا بمانید تکون نخورید تو بعضی تعبیرات داره اینقدر تأکید کردن پیغمبر خدا اگه دیدید ما دشمن رو شکست دادیم تا مکه مشرکین رو تعقیب کردیم شما از اینجا تکون نخورید اگه دیدید ما شکست خوردیم تا مدینه عقب نشستیم او خود حوالی بس. مدینه است تا مدینه عقب شما از اینجا تکون نخورید چی بگن دیگه به چه زبانی بگن پیامبر خدا جنگ شروع شد به شمشیر امیر المومنین علیه السلام <applause> اون پرچمداران سپاه مشرکین مثل تلحت ابن عبی تله و دیگرانی آمدن میدان و, کپش و کتیبه میگفتن بو بسیار قدر بودن قولی بودن برای خودشون نه تا به شمشیر امیر المومنین علیه السلام و احیانا دیگرانی که کمک کردن احبنام امیر المومنین علیه السلام است این آغاز جنگ احد و اتمام جنگ احد کدام اتمام تاریخ می نویسه همین که پرچمداران لشکر مشکین نه یا یازده نفر تردید از تاریخ هر دو جودش نقل شده نه یا یازده نفر به خاک افتادن لشکر این وضعیت رو که دید سه هزار نفر لشکر اول لشکر ابو این وضعیت رو که دید هر چی داشتن گذاشتن پا به فرار یعنی به سرعت با کشته شدن پرچمداران سپاه مشرکین در احد مسلمان ها پیروز شدن که می نویسن هیچ پیروزی به سرعت پیروزی مسلمین در احد رقم نخورده بود تو جنگ اینقدر پیروزی مال اینا درسته خب حالا یه کمی هم مسلمان رو اینا رو تعقیب کردن طبیعتش اینه انگار فرار کردن دیگه اونا ام. بسیار خوب حالا مشغول جمع غنایم درسته پرده اول <تصفح> از اون بالا دیدن که مسلمان در حال جمع کردن قناع من گفتن ما هم بریم قنیمت جمع کن از فرماندهشون بله فرماندهشون عبدالله بن جبیر گفت پیغمبر دستور داد به هیچ عنوان اینجا ترک نه. فرمان پیغمبر نیومد خوب دقت کنید لا اله الا الله گفت میخوام این شعر رو نخونم بله نمیدونم بگم نگم تا سگان را وجوه پیدا نیست مشفق و مهربان یک دگرند. لغمه ای در میانشان انداز تا توهیگاه یک دگر بدرند آقا بحث مال دیگه درسته درست. این ب... این موردیه که دوست دارن هوای نفسه مال آقا غنائمه گفتن اگر نریم قنیمت جمع کنیم اگه نریم پیغمبر سر ما رو کلاه میزن اینقدر به پیغمبر اعتماد نداشتن مسلمونن مثلا جان کف آمدن در میدان جنگ درسته آیه 161 که سوره آل امران میفرماد و ما کان لنبی ان یغله پیغمبر خدا مکروهی لکنه سر کسی کلاه بزن چه حرفی شما میزنی به پیغمبر اتهام زدن آمدن از اون قسمت پایین نتیجه چی شد خالد ابن ولید فرمانده بخشی از سپاه ابو سفیانه سپاه مشکین آمد و این چند نفر باقی مونده ده دوازده نفر مونده اکثرشون اومدن پایین این چند نفر کشته شدن اینا رو کشت از پشت سر به مسلمان ها حمله کرد پرچم مشرکین در میدان جنگ رفت بالا دوباره مشرکین در حال فرار برگشتن مسلمان ها این وسط دیدن از پشت سر از پیش رو در محاصره دشمنن پرده دوم چیکار باید بکنن اینجا مسلمان با دفاع بکنن آقا حالا در حال جمع قنایم بودید چرا مشرکی نبودن لشکری در کار نبود فرار کرده بودن حالا دوباره حمله کردن با چیکار کنی قرآن میگه همشون فرار کردن از تسعدون سوره آل عمران از تسعدون ولا تلوون علا احدن و رسولو یدعو کن فی اخرا کن عجیبه فرار در چه وضعیتی برخی گزارش ها داره که حالا یه نفری یا ابلیس حالا اون نفرم باشه ابلیس صفت میشه بالاخره ام. یه شیطانی اون وسط فریاد کشید پیغمبر کشته شد پیغمبر کشته شد مسلمان بیشتر خودشونو باختن حالا دارن تونتر فرار میکنن به تعبیر قرآن از کوه میرن بالا سرشونو نمیچرخونن ولا تلوون علا احدن سر بر نمیگردونن فقط برو بالا در حالی که و یدعوکم یدعو کم فی اخرا پیغمبر اکرم شما رو صدا میزد یعنی شما شنیدید مثلا پیغمبر کشته شد ولی دارید میبینید پیغمبر, پیغمبر زنده پیغمبر است شد. پیغمبر داره صداتون میزنه پیغمبر فرمود پیغم من زنده کجا دارید میرید انا رسول الله چرا دارید تنها میذارید منو کجا فرار میکنید آقا در تاریخ ثبت شده حتی مشخصا اسم فراریا لازم است اسم فراریا ثبت بشه چرا چون تاریخ همه فرار کردن احیانا اسم هشته نفر رو میبرن که اینا موندن که اینا هم رفتن باز برگشتن این نبوده که اینا مونده باشن چون فرارشون همونایی هم که بعدن تاریخ نگاران تلاش کردن بگن نه آقا اینا موندن همینا هم میبینیم نس در فرارشون تاریخ نقل کرده که فرار کردن خیلی واقعا موند. بعد برگشتن اینا یه تعدادی کی مونده کنار پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام خب حالا این پرده دوم آقا ترس جانه <applause> الان ما اگه در میدان بخوایم ادامه بدیم خب دیگه ممکنه که طعمه شمشیر مشرکین بشیم چیکار میکنید؟ قرآن میفرماید که و ما محمدون صلی الله علیه و آله الا رسول قد خلت من قبله رسول اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم حالا پیغمبر از دنیا رفت فرض که پیغمبر از دنیا رفت تو جنگ کشته شد شما باید برگردید دوران جاهلیتتون دین پیغمبر با وجود نمونده. پیغمبر تموم میشه آفرین دین پیغمبر هم از بین رفت چرا شمشیر نداشتین دفاع کنید چرا در رفتین به بیان دیگه پیغمبر دنیا رفت مگه جانشین تعیین نکرده مسلمانان کاری کرده بودن چرا شما تنها گذاشتید چرا فرار کردید قرآن اعتراض میکنه به اینها چشم واکن کن هدا و عبرت شد و رفت دشمن باخته بر جنگ مسلط شد و رفت آن که از جنگ قنیمت باشد با خبر نیست که تاعت به اطاعت باشد داد و بیداد که در بطن طلا آهن بود چه بگویم که قنیمت رکب دشمن بود داد و بیداد برادر که برادر تنهاست جنگ را وامه گذارید پیمبر تنهاست, تنهاست. چه صحابه که به هنگامه تمرد کردند جان پیغمبر خود را سپر خود کردند یک به یک یا به ایان یا به نهانی رفتند همه دنبال فلانی و فلانی رفتند همه رفتند غمی نیست علی میماند جای سالم به تنش نیست ولی میماند مرد مولاست که تا لحظه آخر مانده دشمن از کشتن او خسته شده در مانده در دل جنگ نه هر خار و خسی میماند جگر حمزه اگر داشت کسی میماند مرد آن است که سر تا به قدم غرق به خون آنچنانی که علی از عهد آمد بیرون نود زخم یا هفتاد زخم نوشتن در این جنگ در بدن امیر المومنین علیه این همون جنگی بود که شمشیر امیر بین کارزار شکست علی جان شمشیر تقدیم شما میگم صدا رو شنیدیم نفهمیدیم صدا از کجاست که منادی ندام میده لا فتن الا علی لا سیف الا زلفقار خب این امیر المومنین علیه السلام میمونه چند نفر دیگه میمونه چی داریم میگیم؟ میخوایم بگیم اصحاب پیغمبر یک نمونه دیگه خوش بود تجربه آید به میان <applause> یک مورد الان در این جنگ آقا دیدن قنیمت دیدن مال دنیا فرمان پیغمبر رو رها کرد زیر پا گذاشتن دستور پیغمبر رو رها کردن وظیفهشون رو رها کردن یک دو دیدن ترس جانه آقا الان اگر بخواد بمونیم کار سخت میشه چیکار کرد؟ فرار, کردن. فرار کردن حالا سوال تو یک همچین جامعه ای ما انتظار داریم اگر سقیفه ای شکل گرفت یک ادعا آمدن با برنامه ریزی در مقابل امیر قرار گرفتند یک عده دشمن قسم خورده ی امیر کار به دست امیر المؤمنین برسه از چنین جامعه ای جامعه ای اصحاب پیغمبر که نمونش تو احد داریم میبینیم انتظار داریم که اینا بیان بگن جونمونم بره سرمونم بره فرمان پیغمبر درباره امیرالمؤمنین امیر نمیذاریم ام زمین بمونه این گزاره های تاریخی که میبینیم و میشنویم به این جمله میرسیم که بعد از شهادت آقا رسول الله مؤمن واقعی نبود مگر سه یا چهار نفر آسون نمیشه فهمه این مسئله واقعا, واقعا آسون. چرا سه یا چهار نفر عجیب نیست کجاش عجیبه چند نفر هستند که حاضرن هر چی بلا گرفتاری بدبختی سرشون میخواد بیاد بیاد ولی با امیرالمؤمنین بمانند چند نفر هم شوخیش اینه که همون سه نفرم هم باید واقعا کنکاش کنیم ذره بین بگیریم زیر میکروسکوپ بذاریم ببینیم واقعا اینا موندن یا به ظاهر باز موندن یعنی میگم نمیخوام به مقام اون عزیزانی که همراه امیرالمومنین جسارت کنم میخوام بگم همونش هم عجیبه این ورش عجیب نیست این ور عجیب نیست که بگیم چطور رها کردن همونایی که موندن هم عجیبه لذا میخوام بگیم آن چه اتفاق افتاده با توجه به وضعیت ایمان اصحاب پیغمبر کجا عجیبه کجا دوشه قربت قدیر تو قدیر لازم دنبالش بگردیم قربت قدیر رو باید ببینیم کیا این قربت رو رقم زدن؟ اصحاب پیغمبر بریم ببینیم اصحاب پیغمبر دیگه کجاها چی از خودشون نمایش دادن قربت قدیر رو بیا تو احد نگاه کن بیا ببین قربت قدیر رو مگه نمیگیم امیر نفس پیغمبر بله خب قربت امیرالمؤمنین با قربت پیغمبر فرق نمیکنه قربت قدیر رو میخوایم پیدا کنیم بیاین قربت پیغمبر رو ببینیم خود پیغمبر آیا بین اصحابش قریب بود یا نبود حالا من دوست دارم مستقل یه وقتی درباره ماجرای قلم و دوات صحبت کنیم اگه فرصت بشه ولی الان جای اشارش هست قربت قدیر قربت امیرالمؤمنین همون قربت پیغمبریه که در بستر شهادت در بستر بیماری پیامبر موی سر و صورت سفید رو فرش خانه پیغمبر اومدن اینا خواسته پیغمبر چیه یه قلم و کاغذ بیارید <applause> که چی میخوام یه حالی به خودم بدم مسلمو هوای نفس نبود اینجا بالاتر از این نه برای خودش نیست اصلا برای خودش باشه پیغمبر دستور داره میده آقا یه کسی دم مرگش میگه چیزی میخوام من برای خودم کاری انجام بدم فلان وسیله رو برام بیار چش قاعدش اینه دیگه آقا مریض احوالی مریضی داره یه خواسته یه پیرمردی خواسته ببین چه بهانهای مختلفی هست یعنی جهات مختلف هست که بابا اینجا حرف طرفو گوش کنی شما آقا یه عمر به شما خدمت کرده حالا یه خواسته شما داره برای خودش اصلا اصلا برای خودش ولی پیغمبر اینجا میفهمت قلم و کاغذ بیارید که من برای شما بنویسم چیزی که شما راه نشید تا آخرین ای درد درسه... آدم به کجا ببره همینجا هم پیغمبر نگران هدایت اینان چی جواب پیغمبر رو میدن؟ قربت قدیر اینجاست چی جواب پیغمبر رو میدن؟ ان رجل, می رجل قد غلبه هل وجه ما شعنهو ما لهو احجره تبیرات مختلفی که بخاری نقل کرده حتی بخاری هفت جای کتابش هفت جای کتابش بخاری نقل کرده این ماجرا رو قابل انکار نیست رسما فرمان پیغمبر رو زیر پا گذاشتن بعد پیغمبر ناراحت شدن فرمودن پاشید برید قوم و ناراحت شدن پیغمبر خدا تو اون وضعیت تو اون شرایط اصحابی که اینا تازه حلقه اولیان و کنار بستر پیغمبر اینایی اینا یعنی که همیشه بودن. کنار پیغمبر هم. ادعا هم میکنن که 24 ساعته با پیغمبر اکثر وقتا بودن حالا خود بخاری میگه کیا هستن میگه کی این حرف زد بیان میکنه اونجا خب آقا در بین چنین اصحابی که پیغمبر خدا هنوز زندن هنوز نفس میگشن خودشون دارن فرمان میدن رسما تو روی پیغمبر نگاه میکنن فرمان پیغمبر اجرا نمیکنن تعجبه که ما بگیم چطور اینا بعد پیغمبر فرمان پیغمبر رو درباره امیرالمؤمنین علیه السلام امتصال نکردند جای تعجب داره اصلا مطلی. یا نه اگر اینا حرف گوش می کردن تعجب بود اگر اینا حرف گوش میکردن تعجب داشت حالا شما ببینید قربت قدیر قربت پیغمبر قربت امیر المؤمنین علیه السلام بیایید به ماجراهای امروز عجیب امام حسین علیه السلام تنها با جمع دوربریای خودشون بگن آقا خون من آمدن اینجا در مسجد الحرام در خانه امن پروردگار آمدن خون منو بریزم من در روز ترویه مثل امروزی که درش بودیم من از مکه خارج میشم ای آقا همه دارن میان اینجا از هر کجای مملکت اسلام دارن میان اینجا برای انجام حج شما از اینجا دارید خارج, خارج میشید برید, برید. کجا کجا برید حضرت میشوند کجا رو دارم برم یه جایی برم خونمون نریزم کوفه نامه نوشتن قول حمایت دادن بلکه برام کوفه اینها حمایت. یه پناهی اونجا داشته باشن حالا حسب ظاهر نا نامه ها همراه من قربت قدیر قربت امام حسین علیه به دنبال قربت امیر علیه السلامه قربت قدیر اینه که سفیر امام حسین علیه السلام مثل جناب مسلم ابن عقیل امشه. میاد وارد کوفه میشه نوشتن چقدر باش بیعت کردن چند هزار نفر باش بیعت کردن چند روز گذشت چند شب گذشت مثل امشبی از مسجد میاد بیرون یک نفر همراهش نیست قربت قدیر یعنی این آدما دینشون ایمانشون چقدر محکمه چقدر پای دینشون هستن تا به قیمت جانشون هم شده امیر رو تنها نذارن امام حسین رو تنها نذارن جناب مسلم رو تنها نذارن چقدر ایمان دارن آقای زره ذره تهدید کردن گفتن اگر حمایت کنید چنین میکنیم چنان میکنیم اموالتون رو میگیریم زن و بچهتون یکی یکی آمدن رفتن 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 مسلم نقی قربت منشهش چیه؟ من میگم منشهش سوست ایمانی مردمه منم ممکنه یکیشون باشم هم. ما هم ممکنه یکی از همونا باشیم ما تا کجا پای دین خدا هستیم ما تا کجا پای امام زمانمون هستیم ما هنوز امتحان سخت و تالا نشدیم از کجا معلوم تالا امتحان سخت شدیم ما از اون امتحان سخت پیروز بیرون اومدیم احسن به شما مهم ما یعنی این بود به خودم تنها من به خودم الان بودم تو فکر واقعا من اگر بودم اونجا چه میکردم من با مسلم نقیل موندم من اگر بودم با امیرالمومنین میموندم یا نه میگفتم آقا جون قربونتون شرایط رو که بینید وضعیت رو که میبینید من میدونم شما حقین ولی الان اوزگار من نمیطلبه که با شما همراه باشم سوست ایمانی پاسخ سوالی که اول مطرح شد اینه آقا چه وضعیتی چه عاملی باعث میشه که امیر علیه السلام حقشون قصد بشه کسانی که در مقابل حضرت ایستادن دیگه بقیه مردم چی؟ سوست ایمانی بقیه مردم که نمیان در مقابل ظلم بیستن نمیان از امیر حمایت کنن نتیجهش میشه قربت امیر المؤمنین نتیجهش میشه عملا زیر پا رفتنه قدیر عملا میشه نتیجهش قربت قدیر تو این زمان باقی مانده فکر کنم دو سه دقیقه ولی سوال ما خیلی اساسی تر از این حرف که مثلا به دو سه دقیقه بخوایم جواب بدیم حالا ما چناختیم که اونها سست ایمان بودن راه های قوی کردنمون این ایمانمون چیکار کار بود انجام که ایمانمون قوی بشه سوال مفصله خیلی مفصله مفصل جوابش مفصل یه کلمه رو ببینید قبل از این که این قبل از اینکه بره آزمون رانندگی و بده قبلش تمرین میکنه درسته نمیاد همونجا یه دفعه بشینه پشت فرمون ماشین بعد بگه آقا هنر اینه که اینجا در صحنه خوب اجرا نه کی گفته هنر اینه هنر اینه که تمرین کنی اینقدر تمرین کنی وارد بشی حالا بیای تو امتحان الان که برای ما امتحان به تعبیر شما حالا امتحان سخت هنوز پیش مثلا نیامده ما الان در امتحان سخت دوران غیبتیم ها ام. حالا فرض میکنیم الان اوضاع آرام است من میتونم با آرامش تعمل کنم تفکر کنم تصمیم بگیرم الان یه مسئله رو برای خودم حتمی و محکم کنم که من باید فرمان امام زمانم رو اجرا کنم به هر قیمتی شغلمو از دست بدم پستمو از دست بدم عنوانمو موقعیتمو زن و بچمو فرمان امام زمان رو باید اجرا کنم اینو من به خودم بقبولونم اینو تمرین کنم اون جایی که حالا کار سخت شد اونجا تمرینمو از قبل کرده باشم آقا در مرحله قرار گرفتم که الان انتخاب باید بکنی این یا اون کدوم دستور امام زمانمه کدوم مطابق خواسته امام زمانمه همون تلاش برای تبعیت از حجت خدا این میتونه زمینه تقویت ایمان باشه حالا همین میزانی که فرصت است و پرسش فرمودین عرض کردم از ممنون تشکر از شما که صحبت پایین داشتین برای امشب در خدمتتون هست من میخوام چند بیت شعر بخونم چند بیت کاش میشد بنویسم که گرفتار شدم مثل خورشید گرفتار شب تار شدم گرد این شهرم بر پیرزنی مدیونم این هم از قربت من بود که ناچار شدم من نمیخواستم علت دلواپسی معجر زینب کبرا شوم انگار شدم من به خود را به همه پس دادم به تو اندازه یک شهر به شدم من در این خانه تو در خانه خولی کوفه است دیگه اینجا من در این خانه تو در خانه خولی تازه با تو همسایه دیوار به دیوار شدم کاش می شد بنویسم کفنی برداری کفنی نیست اگر پیروهنی برداری حرف آخرش این بود سلام به حضرت داد گفت کاش یکی به امام حسین خبر بده آقا نه یا کوفه من نامه نوشتم گفتم بیا با زن و بچه داره میاد به هوای اینکه این شهر از او حمایت میکنه کاش یکی خبر بده اون حضرت آقا نه یا کوفه اینا وفا ندارم. از همون بالای بام دارال اماره قبل از اینکه سرش جدا کنن قبل از اینکه بدنش رو بزن پایین تو بازارهای کوفه بکشن عرضه داشت السلام که یا خدا قسمت کنه در اون زاویه ی مسجد کوفه زیارت قبر متحر جناب مسلم نغیر و خدا قسمت کنه زیارت کربلا ما رو انشالله با آفیت خدا خیلی دلتنگیم خیلی دلتنگیم مدتی دور ماندیم از کربلا هوای همه رو دارن امام حسین علیه السلام اولی هم که دیگه کار به آخر رسید حضرت صدا زدن اصحابشون رو اول مسلم رو صدا زدن اون وقتی که فرمود حلم ناصر نیان سلونا یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عروه یا زهیر یا حبیب یا بریر اونا رو صدا زدن انشاءالله هم امام حسین علیه السلام سلام ما رو قبول کنن همون جایی که باید صدامون بزنن دستمون رو بگیرن صدا بزنن انشالله جوری باشیم که امام زمانمون رو ما حساب کنن صدامون بزنن بیایید کمکن بیایید بیاریم و باشیم انشالله در رکاب امام زمانمون اون حضرت رو یاری کنیم انشالله ممنون سپاسگزار از شما از شما بینندگان و همراهان گرامی هم سپاسگزارم در این شب و روز پرفضیلت مرا از دای فراموش نکنید یا علی مدد التماس خدا نگهدارتون